جوانان در قم بنر بزرگ خامنه جلاد را به آتش کشیدند. این بنر در بلوار حمزه سید و شهدا نزدیک پمپ گاز پارسیان نصب بود که به دست جوانان دلیر قیام به آتش کشیده شد. جمعی از مردم و جوانان در اصفهان روز پنجشنبه 28 دی ماه در خیابان نظر این شهر اقدام به تجمع و برپایی تظاهرات ضد حکومتی کردند. معترضین با مزدوران رژیم که قصد پراکنده کردن تظاهر کنندگان را داشتند درگیر شدند. مراسم خاکسپاری شهید قیام آریا روزبهی روز پنجشنبه 28 دی ماه با حضور جمع گسترده‌ای از مردم اهواز برگزار شد. در این مراسم عشایر و ایلات مختلف شرکت کرده و یاد این شهید راه آزادی را گرامی داشتند. ماموران جنایتپیشه وزارت اطلاعات پس از آن که آریا روزبهی را در جریان قیام به شهادت رساندند، پیکر وی را به رودخانه کارون انداختند. مراسم یادبود سید شهاب ابتهی شهید قیام روز پنجشنبه 28 دی ماه در عراق برگزار شد. حاضران یاد این شهید راه آزادی را گرامی داشتند و بر ادامه راهش تأکید کردند. روز یکشنبه 25 دی نیز مراسم هفتم این شهید قیام در بهشت زهرای عراق برگزار شد. مراسم ختم شهیدان قیام سارو قهرمانی و کیانوش زندی با وجود تدابیر شدید امنیتی و حضور گسترده مزدوران لباس شخصی روز پنجشنبه 28 دی بر سر مزار این قهرمان راه آزادی در بهشت محمدی سنندج برگزار شد. این مراسم همزمان شد با یادبود دهمین سالگرد شهید ابراهیم لطف‌اللهی. ابراهیم لطف‌اللهی دانشجوی سال چهارم رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج بود که در دی ماه 86 در مقابل دانشگاه دستگیر شد. وی در روز 25 دی همان سال در زیر شکنجه به شهادت رسید. وزارت بدنام اطلاعات مانند همین روزها مدعی شد علت مرگ او خودکشی بوده است. کارگران کارخانه ایران قوطی در قزوین روز پنجشنبه 28 دی بار دیگر در مقابل استانداری رژیم تجمع کردند و به پرداخت نشدن حقوق‌های عقب افتاده اعتراض کردند. در سباشهر شهریار نیز رانندگان تاکسی به خاطر نداشتن ایستگاه و پایانه مسافربری تجمع اعتراضی برگزار کردند.